هفته گذشته که به آگاهی شما همیهنان رساندم که برنامه ببخشید کتاب تازه من با نام زندگی و زمانه احمد کسروی منتشر شده و اینک در بازار هست، نامه های تشویق کننده زیادی دریافت کردم و همچنین نامه های پرسشگرانه درباره این کتاب و چگونگی دسترسی به اون و همچنین آنچه که به کسروی مربوط می شود. به ویژه دو نامه داشتم از ایران، یکی بسیار بسیار پشتیبانانه از یکی از یاران، یعنی فرزند یکی از یاران کسروی، و دیگری از یکی از کسانی که به داوری من از خامه او آشکار بود، از نحو نوشتن او آشکار بود که به خانواده منتقدان کسروی و منتقدان مذهبی کسروی تعلق داره. البته بسیار مؤدبانه پرسش هایی رو با من در میان گذارده بود این همیهن گرامی و آشکار بود که با چگونگی آغاز شدن این ایمیل که با آیه ای از قرآن بود، روشن بود که کسی که برای من ایمیل دوستانه رو فرستاده از یک دیدگاه منتقدانه مذهبی به احمد کسروی نگاه میکنه. نکته اصلی که در این نامه بود و من امروز در این برنامه بخش بلندی از این برنامه رو به اون خواهم پرداخت، نه به این دلیل که میخواهم به این همیهن پاسخ بدهم، به این دلیل که باور دارم که پرداختن به این موضوع یکی از برگهای ناروشن تاریخ معاصر ایران هست. بارها از من پرسیدن کسانی که در این سفرها در سخنرانی ها با اونها آشنا شدم، ضمن تشویق کارهای من از من پرسیدن که چرا شما در این 20 سال گذشته یا حتی بیشتر بی امان به بازنگری و زنده کردن نام کسروی پرداختید و به بازنویسی و حاشیه نویسی بر کارهای او پرداختید. این کتاب تازه سومین کتابی است که از کارهای زنده یاد احمد کسروی من منتشر می کنم که البته در برگیرنده دو نوشتار بلند کسروی، البته نوشتارهای نظری کسروی هیچگاه بیشتر از 100 برگ نبوده، 100 صفحه نبوده. این است که وقتی بلند میگویم یعنی تا مرز 100 صفحه میرسه. کارهای پژوهشی ایشان خب برگهای بیشتری داشته. این کتاب در برگیرنده دو کتاب به این معنا بلند از احمد کسروی و یک سخنرانی کوتاه که اینجا اونجا اون هم عنوان یک کتاب مطرح شده می باشد، یعنی زندگانی من و 10 سال در عدلیه و چرا از عدلیه بیرون آمدم. این است که در واقع در این کتاب، با این کتاب من 5 کار زنده یاد احمد کسروی رو مورد بررسی، حاشیه نویسی و افزایش قرار دادم. چیزهای زیادی رو به این کار افزودم و این رو در برابر خوانندگان و همیهنان گرامی نهادم. پرسشی که بسیاری از من میکنند و میکردند و میکنند در این است که چرا احمد کسروی؟ این همیهن گرامی هم در واقع این گونه این پرسش رو بازسازی کردم که در این روزگاری که کشور ما با چنین گرفتاری های بسیار بسیار بزرگی روبروست، آیا شما فکر نمی کنید پرداختن به احمد کسروی یک نوع تفرقه در میان کسانی که حالا یا از موضع دینی یا از موضع غیر دینی به این حکومت نقد دارند بیفکنه و اونها را از هم جدا بکنه؟ نخستین پاسخ من در این است که من هیچگاه با اون عباراتی که در آغاز انقلاب آقای خمینی به کار می بردند که وحدت کلمه، همه با هم، در زندگی هیچگاه با این نگاه باور نداشتم، همراه نبودم. انسان ها باید آزاد باشند، دیدگاه های خودشون رو با دیگران در میان بنهند و در زمینه های معینی می توانند با هم همراه بشوند. مثلا من و این نویسنده گرامی می توانیم نویسنده نامه، می توانیم در زمینه دستیابی به آزادی، جدایی دین و دولت، دموکراسی در ایران با هم همسو و هماندیش باشیم، ولی بنا نیست در نگاهمون به ایران آینده، به ساختن ایران آینده یا به آزادی های فردی یا حتی در زمینه دین با یکدیگر همسو باشیم. ایشان آزاد هستند در داشتن داوری ها و باورهایی که دارند و من هم باید آزاد باشم در داشتن داوری ها و باورهایی که داریم و ما می توانیم مانند سرنشینان یک ماشین که می توانند از
دیدگاه های گوناگون و دین های مختلف باشن. اگر ماشین به چاله بیفته، با همین ماشین رو از چاله در بیاورند، ولی به هر روی همچنان اختلاف خودشون رو، گفتگویی رو که در داخل ماشین پیش از افتادن ماشین به چاله داشتند، ادامه بدهند. هیچ تضاد با یکدیگر نخواهد داشت و یا به راه های گوناگون بروند. به هر روی، چرا احمد کسروی؟ به داوری من احمد کسروی در تاریخ 110 سال گذشته ایران، 110 سال رو هم به دلیل فرمان مشروطه به این سوی که در واقع مدرنیته در ایران نهادینه می شود، قانونی می شود، از این جهت به 110 سال اشاره می کنم. در تاریخ 110 120 سال گذشته احمد کسروی تنها یک شخصیت حقوقدان، یک تاریخ پژوه، یک مصلح اجتماعی، یک زبانشناس نبوده. او در واقع یک رویداد تاریخی در ایران معاصر به شمار می آید و به همین دلیل این رویداد تاریخی رو باید شناخت. و این رویداد تاریخی مانند بسیاری از رویدادهای تاریخی دارای جنبه های مثبت و منفی است. من با همه دیدگاه ها و ارزیابی ها و داوری ها و نوشتار ها و سخنرانی های احمد کسروی همسو و موافق نیستم. در جای جای کتاب های من هم می بینید که به برخی از داوری های او نقد کردم، انتقاد کردم. برخی از این نقدها گزنده است، برخی دوستانه است، ولی بر روی زاویه دیدگاه خودم رو نسبت به آنچه که کسروی در لابلای نوشتارهای خود با مردم در میان نهاده، با خواننده در میان نهاده، و اینک میتوان گفت که برخی از نوشتارهای او از شمار پرخواننده ترین کتاب ها در تاریخ ایران هست، در تاریخ دست کم مدرن ایران هست. می توان به این نتیجه رسید از لابلای همه این نوشتارها، با همه اختلاف نظرهایی که انسان می تواند با بخشی از این داوری ها داشته باشد، که به راستی حضور کسروی در سپهر اجتماعی ایران، در سپهر فرهنگی ایران، در سپهر سیاسی ایران و در زمینه دانش پژوهی و تاریخ پژوهی و زبانشناسی یک رویداد تاریخی به شمار می آید. اجازه بدهید که شما را به یک سفر تاریخی ببرم در برنامه امروز و از راه این سفر تاریخی دیدگاه خودم رو و چرایی این که کسروی رویداد تاریخی بوده رو برای شما روشن کنم. یکی از برجسته ترین جنبه های به راستی ماندگار انقلاب مشروطه در این بود که یک درگیری بسیار آشکار در میان در کمرکش انقلاب مشروطه میان گروهی از روحانیون به رهبری شیخ فضل‌الله نوری با طرفداران مشروطه که در میان اونها روحانیون و آخوندهای سرشناسی هم وجود می داشتند در گرفت. در این زمینه باید گفت که سه دیدگاه به وجود آمده بود. یکی دیدگاه سکولارهای ایران، اونهایی که نه در ردای دینی بلکه در ردای روشنفکری کمر به برقراری مشروطه بسته بودند و میخواستند یک حکومت قانونی، حکومت بدور از دخالت، اساساً دخالت علما به وجود بیاورند و حکومتی که بنا بود در اون قانونی وضع بشود که شاه و گدا در پیشگاه آن قانون با هم برابر باشند. این گروه که بیشتر روشنفکران فرهنگ رفته، درس خوانده یا کسانی که آشنا با فرهنگ اروپایی بودند، جدا پافشاری می کردند که مردم می توانند، ملت می تواند نمایندگانی از خود برگزینند و این نمایندگان قوانینی رو وضع کنند و دولتی رو انتخاب بکنند، قوه قضایی رو به وجود بیاورند که ناشی از اراده ملت باشد. گروه دیگری که بیشتر از روحانیان طرفدار مشروطه تشکیل شده بود، با قبول این موضوع که قانونگذاری حق ملت است، با قبول اینکه مجلس شورای ملی میتواند به وجود بیاورد و حتی با اشاره به اینکه دولت رو باید مردم برگزینند و شاه باید تابع قدرت دولت باشد و مردم باشد و وزیران باید به مجلس گزارش بدهند، یک نکته کناری هم داشتند و بسیار برای اونها مهم بود و اون این بود که هیچ قانونی در کشور ایران نباید با شرع انور شیعی، شرع انور اسلام و آیین شیعی در تضاد باشه. یعنی در واقع اونها یک شرطی رو به این
جنبش مشروط خواهی اضافه می کردند و مرادشون این بود که این مشروطه از چهارچوب باورهای ایمانی مردم نباید خارج بشود و از این رو پافشاری داشتند که در وضع قوانین، در تنظیم قوانین مشروطه روحانیان دست داشته باشند و مشروط خواهان سکولار هم تقریبا به این درخواست تن در دادن، چاره ای هم نداشتند برای اینکه باید اون نیروی سومی که اشاره خواهم کرد منظوی می کردند و پذیرفتند که در قانون اساسی، در متمم قانون اساسی اصل یکم پافشاری می کند که مردم ایران، کشور ایران دارای مذهب رسمی است، مذهب شیعه 12 امامی، و اصل دوم متمم قانون اساسی که هیچگاه به طور جدی اجرا نشد بر این است که 5 تن از روحانیان تراز اول به گونه ای که برگزیده خواهند شد ناظر بر قوانین باشند و اجازه ندهند که قوانین از راه شهر خارج بشوند. این امتیازی بود که اون گروه نخست سکولارهای هوادار جدایی کامل دین و دولت و حقوق قانونگذاری ملت و زمینی بودن قوانین به روحانیان طرفدار مشروطه دادند و به این ترتیب یک جبهه بسیار نیرومندی رو ایجاد کردند که پیروزی مشروطه رو ممکن کرد. اما در این میان گروه سومی هم وجود می داشت که شیخ فضلاه نوری اونها رو رهبری می کرد یا نمایندگی می کرد. یکی از روحانیان تراز اول عتبات که در کاظمین بود، گمان می کنم در کاظمین بود، در نجف نبود، یزدی، و دیگری به نمایندگی او در واقع آقای شیخ فضلاه نوری. شیخ فضلاه نوری آدم کمی نبود، از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر جایگاه مذهبی بسیار بلند پایه‌تر از دو سید معروف مشروطه طباطبایی و بهبهانی بود. آدم سرشناسی بود، درس زیادی خوانده بود و درس دینی زیادی خوانده بود و حتی در تا پیش از درگیری مشروطه در میان روحانیان ایران پایگاهی داشت و حرف او رو میپذیرفتند و حتی مشروطه خواهان اصرار داشتند که او رو به سوی مشروطه بکشانند. دیدگاه آقای شیخ فضلاه نوری و هماندیشان ایشان که محمد علی شاه هم از این بهره گرفت برای پیش برده برنامه های خودکامگی و استبدادی خود، گوهرش این بود که ما به قانون نیاز نداریم، قرآن قانون ماست، پیامبر اسلام این کلام را از سوی خداوند برای مردم آورده و در کنار قرآن ما یک انبوهی از احادیث و روایات داریم و امروز هم روحانیان تراز اول مجتهدانی هستند که می توانند با تفسیر این، تفسیر قرآن و حدیث و روایت، مردم رو در زمینه‌هایی که نیاز دارند، قوانین، قراردادها، چگونگی زندگی، به راه راست هدایت نمایند و رستگاری این جهانی آن جهانی رو به اونها بدهند. از این هم فراتر می رفت شیخ فضلاه نوری، می گفت این آزادی یک پدیده دشمنی با یعنی در واقع اسلام ستیزانه است، دشمنی با اسلام داره. حرفایی که ما در سخنان برخی از روحانیون امروز ایران هم می بینیم و می شنویم، می خوانیم و می شنویم. و اصولا با اصل قانونگذاری از سوی نمایندگان ملت مخالف بود شیخ فضلاه نوری و می گفت این کشور رو به فساد خواهد کشاند و از این روز که طرفدار مشروعه بود، مشروطه مشروعه و یا حتی به طور مطلق مشروعه، این جریان در انقلاب مشروطه شکست خورد و مشروطه به بار نشست. ولی محمد علی شاه از این دو دستگی بهره گرفت و حتی به بهانه برخی از تندروی های یکی از جناهای درون مشروطه، به این بهانه، البته فقط بهانه، مجلس رو به توپ بست و مشروطیت رو تعطیل کرد و شیخ فضلاه نوری در یاری رساندن به او و حتی گویا در دادن فتوا برای کشتن گروهی از آزادی خواهان در باغشاه بسیار موثر بود و پس از چیرگی مشروط خواهان بر پایتخت، بر تهران، پس از 11 ماه جنگ، شیخ فضلاه نوری رو در یک دادگاه انقلابی رسیدگی کردند، به جرم او رسیدگی کردند، محکوم به اعدام شد و شیخ فضلاه نوری در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد. بزرگترین مجتهد تهران در اون هنگام بود. مشروطه وارد یک دوران بحرانی شد.
از هنگام صدور فرمان مشروطه تا کودتای 1299 که آغاز فراز رضا شاه به سوی پادشاهی بود، ما یک دوره 14-15 ساله پربحرانی را در ایران داریم. افزون بر درگیری های درونی خود مشروط خواهان، اختلاف میان اونها، بازگشت برخی از چهره های سرشناس استبداد به نام مشروط خواهی به صف مشروط خواهان، چند بار لشکرکشی روسها به ایران، کوشش محمد علی شاه و برادرانش برای بازگشت به پادشاهی، ورود نیروی عثمانی به خاک آذربایجان چند بار در جریان جنگ جهانی اول، قحطی بزرگی که جنگ جهانی اول در پی داشت و درگیری های دیگری که در گوش و کنار ایران آغاز شده بود و گردنکشان محلی در واقع در برابر مشروطه و دولت مشروطه ایستادگی کرده بودند، پیامدش در این بود که در آستانه کودتای 1299، 14 سال پس از صدور فرمان مشروطه، ما با یک شرایطی روبرو هستیم که بسیاری از حتی روشنفکران مشروطه خواه هم اجرای مشروطه رو، اجرای اون مدلی رو که در ذهن خودشون داشتن، در ایران شدنی نمیدیدند و به این نتیجه رسیده بودند که به یک دولت نیرومند نیاز داریم. و این دیدگاه تا به جایی بود که پس از کودتای 1299 و آغاز فراز رضا شاه به سوی فرمان روایی، ایرادی که به احمد شاه می گرفتن این است که صحنه را خالی کرده و پادشاه ضعیفی است، در حالی که گوهر انقلاب مشروطه و قانون اساسی در این بود که پادشاه کاری نباشد. ولی چون این اندیشه در میان بسیاری از اونها پا گرفته بود و شاید هم به جا، شاید هم زمینه داشت که تنها از راه قانونگذاری و نخست وزیر و وزیران نمیتوان کشور رو اداره کرد، این کشور نیازی به یک دولت متمرکز نیرومند داره، تقریبا به این نتیجه رسیده بودند که راهی جز پذیرفتن یک دیکتاتور منور در پیش نیست. این است که از فراز رضا شاه به پادشاهی بسیاری از مشروطه خواهان و حتی چپهای اون زمان ایران، سوسیالیستا و حتی کمونیستای ایران پشتیبانی کردند، شمار اندکی بودند البته، و پیرامون رضا شاه حلقه زدند و فراز رضا شاه و آغاز کارهای اصلاحی رضا شاه به یاری این شخصیت ها از جمله بود. برخی از اونها وزیر شدند، برخی از اونها حتی به نخست وزیری رسیدند و کارهای بزرگی هم در دست داشتند. راستی همین است که بدون یاری این گونه افراد، کارهای اصلاحی اون دوران رضا شاه شدنی نبود. من کارهای رضا شاه رو در زمینه گسترش خودکامگی به جای خودش میگذارم، ولی در زمینه اصلاحاتی که رضا شاه انجام داد، روی هم رفته از پشتیبانی گسترده بسیاری از فرزندان مشروطه یا کسانی که در دامن مشروطه پرورش پیدا کرده بودند برخوردار بود، از جمله در ساختن عدلیه نو که بعدها دادگستری نام گرفت. در این دوره یکی از نیروهایی که سخت خانه نشین شد یا در واقع از کانون سپهر سیاست و اداره جامعه به بیرون پرتاب شد، نیروی روحانیان ایران بود. اینها در واقع عملا کنار نهاده شدند. یک نوع تفاهمی هم به وجود آمده بود میان آقای حائری، آیت الله حائری، شیخ عبدالکریم حائری، باید گفت شیخ آیت الله رو بعدا براش ساختن، شیخ عبدالکریم حائری که پایه‌گذار حوزه علمی قم بود در سال 1300، و همچنین آقای آستبالحسن اصفهانی که پس از مرگ آخوند خراسانی در سال همون 1300 زعیم حوزه نجف شده بود و بنابراین مرجع تقلید شیعیان به شمار می آمد، همراه چند تن دیگر. این دو تن که در واقع یکی نجف رو اداره می کرد و دیگری قم، دو پایگاه اصلی شیعیگری رو، و همچنین روحانیان مشهد مانند کفایی و دیگران، تقریبا بر این باور بودند که در کارهای رضا شاه نباید دخالت آشکار کرد. یکی دو مورد که این دخالت پیش آمد، از جمله از سوی یکی از روحانیان تراز اول اصفهان در اعتراض به نظام وظیفه اجباری در همون سالهای نخست پادشاهی رضا شاه، و دیگری در واکنش به رخت متحدالشکل روحانیان و سپس کشف حجاب از سوی آیت الله قمی از مشهد. بجز این دو موردی که دیگر روحانیان سرشناس ایران هم با اونها همراهی نکردند و یکی از اونها، اون روحانی سرشناس اصفهان در قم
بیمار شد و درگذشت و شایع کردند که او رو سم دادن، آقای که معلوم است که دروغ بوده، و دیگری قومی عملا به یک تبعید خودپذیر، یعنی خودپذیرفته شده، خودتبعیدی در واقع به عتبات با سفارش روحانیان عتبات دست زد و رفت و اونجا موند و بعدها در سال 1322 دو سال پس از پایان پادشاهی رضاشاه به ایران بازگشت و تصور میکرد که پس از مرگ آخوند خراسانی او جایگزین آخوند خراسانی بشود، ولی 3 ماه پس از مرگ آخوند خراسانی در سال 1325 او هم درگذشت. در این دوران در زمینه‌ای که روحانیان شیعی تقریبا میتوان گفت هیچ گونه فرصت سخن گفتن را نداشتند، در زمینه رفتار دولت بود، در حوزه سیاست تقریبا پذیرفته بودند که امور سیاسی رو باید به دولت واگذار کنند. حالا این به دلیل یک درایت نبود، بلکه در اون دوران هرچه قدرت رضاشاه افزایش می‌یافت و دولت متمرکزتر می‌شد، افراد بیرون از حوزه دولت اگر هم روحانی هم نبودند جرأت اظهار نظر در مسائل سیاسی رو نداشتند. دولت سیاستی رو ابلاغ می‌کرد، مجلس تایید می‌کرد و شهربانی و وزارت جنگ و ارتش و نیروهای اداری جامعه اینها رو به اجرا در می‌آوردند و تقریبا میتوان گفت که روز به روز این حلقه تنگتر میشد. اصلاحاتی انجام شد، خودکامگی هم وجود می داشت. در این دوران نه اونهایی که رخت دینی برتر داشتند و اونهایی که کلاهی بودند، روشنفکر بودند، درس خوانده فرنگ یا داخل ایران بودند، پذیرفته بودند که دخالت در امور سیاسی و در واقع بگونه‌ای اندرز گفتن به پادشاه پیامدهای خطرناکی میتواند داشته باشد. این است که تقریبا میتوان گفت که صحنه سیاست رو رها کرده بودند. چه روی داد در 1320؟ در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند، رضا شاه مجبور به استعفا شد و 2 هفته پس از ورود متفقین به ایران در 3 شهریور، 2 هفته پس از اون، تقریبا 2 هفته پس از اون، اندکی بیشتر، رضا شاه خاک ایران رو از راه جنوب ترک کرد و به جزیره موریس تبعید شد و فرزندش محمد رضا شاه با پشتیبانی گروهی از نخبگان ایرانی که زنده یاد فروغی در رهبری اونها قرار داشت و آخرین نخست وزیر رضا شاه و نخستین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه بود، محمد رضا شاه به تخت شاهی نشست. من در اینجا قصد بررسی دوران پادشاهی محمد رضا شاه را به هیچ وجه ندارم، ولی یک رویداد دیگری، یک جریان دیگری هم در جامعه به وجود آمد. پس از باز شدن جامعه و نبودن اون قدرت گرفتار کننده دستگاه امنیتی و پلیسی دوران رضا شاه، رفته رفته آخوندها هم متوجه شدند که می توانند وارد حوزه های اجتماعی بشوند. گروه های مذهبی به وجود آمد، جریان های حتی نیمه سیاسی مذهبی به وجود آمد و در این میان کسانی آغاز کردند این گفتگو رو مانند آنچه که نوری مطرح می کرد، مانند همون حرف هایی که شیخ فضل الله می گفت که بله، جای روحانیان دخالت در امور سیاسی است، مملکت رو اونها باید هدایت کنند. خود آقای بروجردی زیر بار این نوع حرف ها نمی رفت. او صلاح میدید که اگر هم سخنی میخواهد با دولتیان در میان نهد، محرمانه از سوی نمایندگان خودش، 2-3 نماینده داشت، رفت و آمد داشتن از تهران به قم و از قم به تهران، از راه اونها، حاج محمود رفیع یکی از اونها بود، فلسفی آدم دیگری بود و چند نفر دیگر، و خب با بهبهانی هم در تهران در تماس بودند که او هم با دربار ارتباط داشت. نمایندگانی رو میفرستاد آقای بروجردی و دیدگاه خودش رو با نخست وزیر، با وزیران، با رئیس مجلس و حتی با خود محمد رضا شاه در میان می نهاد و یک نوع پذیرش متقابلی به وجود آمده بود که اندرزهای آقای بروجردی رو در حد ممکن دولت به گوش بگیرد و دولت هم و بروجردی هم پذیرفته بود که درخواستهای بیرون از محدوده قدرت خودش در برابر دولت قرار ندهد.
این است که مثلا میبینیم در جریان ملی شدن صنعت نفت یا از همون زمانی که بحث افسایش حقوق ایران در شرکت نفت ایران انگلیس پیش آمده بود، از سالها پیش از ملی شدن صنعت نفت، بروجردی در این زمینه داوری نمی کرد و گفته بود من در رشته هایی که آگاه نیستم نظر نخواهم داد. نمیخواست جانبداری از یک جناح در مقابل جناح دیگر بکند. پذیرفته بود که جای روحانیان اگر میخواهند خودشون رو حفظ کنند یک نوع اندرزگویی و روابط دوستانه با دولت است. حالا منظورم از دولت همه نهادهای چندگانه دولت، قانونگذاری، اجرایی، شاه، قوه قضایی و دیگران. ولی در این میان رفته رفته سرکنده جریان هایی پدیدار شد که اینها باور داشتند باید در امور سیاسی مملکت دخالت کرد. آیت الله قمی که پیشینه این نوع دخالت رو داشت در سال 1314 از قم آمده بود برای دخالت در امور سیاسی در اعتراض به کارهایی که رضا شاه میکرد به تهران برای دیدن رضا شاه و بعد رو در واقع ترساندن که مبادا به دیدن رضا شاه بروی ممکنه جان سالم به در نیاوری که البته معلوم نبود که چنین بشود. او پذیرفت که به قول خودش استخاره کرد که به دیدن شاه نرود و ایران رو ترک کرد، ولی هیچگاه دست از سر مداخله در سیاست بر نداشته بود و میدانیم که هنگامی که به ایران سفر کرد برای نخستین بار پس از این دوره تبعید، 8 سال تبعید، از همان هنگامی که به کرمانشاه رسید و رادیو ایران در اختیار او بود و به طور زنده صحبتهایی رو پخش میکرد تا هنگامی که به مشهد رسید و در این راه دو نامه به دولت فرستاد، عملا از دولت درخواستهایی رو داشت که در حوزه سیاسی بود، در حوزه اجرایی مملکت بود، در حوزه قانون بود، مانند برکنار نهادن کشف حجاب اجباری، جلوگیری از خانوم ها برای اینکه در اداره های دولتی با بی حجاب ظاهر بشوند، اجباری کردن نماز جماعت در اداره ها هر روز ظهر، درخواست جدا کردن دختران و پسران خردسال در دبستان ها، مدارس مختلط و چیزهای دیگری که ایشان عنوان کرده بود و در بسیاری از این زمینه ها دولت وقت در اون هنگام، دولت سهیلی و دیگر دولت ها تقریبا پاسخ مثبت دادن. اجازه بدهید که همینجا با این دگرگونی هایی که آغاز شده تنفسی داشته باشیم. من برگردم پس از این بخش برنامه سخن رو با شما دنبال کنم و بگویم که چرا در این لحظات حساس، در دورانی که جامعه باز شده، احزاب سیاسی ایجاد شده و برخی از گروه های دینی میخواهند به حوزه سیاست پای بگذارند، چرا در این دوره 4 ساله 5 ساله وجود احمد کسروی با اون کوله بار دانش و پژوهش و زبانشناسی و علوم دینی که در پشت سر داشته، چرا حضور او در این 4-5 سال یک رویداد بزرگ تاریخی به شمار می آمده؟ استعفای رضا شاه و باز شدن جامعه و ایجاد احزاب سیاسی، بار دیگر اندیشه مداخله در امور سیاسی، در قوانین، در زندگی اجتماعی گسترده من کشور که تا اون هنگام در دست دولت بود و بنا بود که بر پایه انقلاب مشروطه و قوانین انجام بگیرد که در بسیاری زمینه ها انجام نمی گیره، ولی به هر روی مداخله آشکار روحانیان رو در این زمینه ها به دنبال نداشت، سرکله برخی از شخصیت هایی که علاقمند بودند که در امور سیاسی فعالتر باشند و میخواستند که روحانیان ایران رو به این حوزه بکشانند پیدا شد که برجسته ترین اونها آیت الله قمی بود. اصرار داشتند خیلی ها که آیت الله قمی در ایران بماند و در واقع چنین نقشی رو ایفا بکند. میگویند به
با فشار آقای بروجردی و آقای هایری، ببخشید جانشینان آقای هایری، اون سه نفری که در واقع حوزه رو اداره می کردند، آقای قومی در ایران نماند و تشخیص داد که باید برگردد به نجف. ولی جریان های هوادار اندیشه ایشان که یک نوع مداخله در کار سیاسی کشور بود، یک نوع در واقع دین سیاسی بود که تا اون هنگام خودش رو از سپر سیاست دور نگه داشته بود، این جریان ها بالا گرفت. نخستین و شاید تنها کسی که در اون دوران این موضوع رو تشخیص داده بود احمد کسروی بود. احمد کسروی که پیشینه درس دینی داشت، ملا شده بود، قرآن رو حفظ بود و حتی در مجله همایون با گروه دیگر از روحانیان آن زمان که طرفدار اصلاحات بودند در قم منتشر می شد، مجله همایون، قلم می زد و در همون نشریه خودش، نشریه پیمان هم، به بررسی مسائل اصلاحی و دیدگاه های مصلحانه خودش می پرداخت. رفته رفته هم تغییراتی در اندیشه او پیدا شده بود و هرچه از سال 1311 که از عدلیه بیرون آمده بود به این سوی نگاه میکنیم، به سوی هنگامی که 13 سال پس از اون در کاخ دادگستری کشته شد، میبینیم که بیشتر و بیشتر یک دگرگونی های اندیشهی در داوری های احمد کسروی پدیدار میشود. من در این کتاب، کتابی که پیکره اون در برابر شماست، توضیح دادم که مثلا در مورد زنان احمد کسروی در سال 1305، 1306، حتی 1310 و 11 مانند یک فقیه متعصب نگاه میکنه، اونها رو خیلی پست میدانه، اصلا معتقد هست که اونها نباید در یه رشته زمینهایی دخالت بکنن. ولی رفته رفته هنگامی که به کتاب معروف او درباره خواهران و مادران میرسیم، میبینیم که تا حدودی اندیشه او بازتر شده. هنوز هم به نابرابری حقوق زن و مرد در زمینه‌های باور داره، ولی روی هم رفته میتوان گفت که وارد به دوران مدرن شده. این تحول در اندیشه کسروی در زمینه دینی هم بود. نخست فکر میکرد که در از اون نخستین مقاله‌ای که در همایون نوشت که گرفتاری بزرگ اسلام خرافات است و باید این اسلام را از خرافات دور کرد. رفته رفته به این نتیجه رسید که شاید گرفتاری از این برداشت شیعی از اسلام است. رفته رفته به این نتیجه رسید که شاید برخی از این دینها یا این دینهای تک خدای بزرگ که همه از یک جا بلند شدند و پیوند تاریخی هم با هم دارند و پیوند حتی نوشتاری هم با هم دارند، یعنی یهود و اسلام و مسیحیگری، مسیحیت، اینها که خویشاوند هستند با هم، اینها شاید در زمینهایی کهنه شدند و باید اندیشه های تازه آورد و باید به دانش ها نگاه کرد. کسروی در آغاز چندان علاقمند به دانش های اروپایی نبود، به اونها نقد میکرد. رفته رفته هرچی بیشتر شیفته دانش های اروپایی شد، با ارزش های اروپایی آشنا شد و اون نخستین کسی بود که در هنگام سفر آیت الله قمی به ایران پرخاش کرد، انتقاد کرد به دولت. فراموش نکنید در اون دوران احزاب سیاسی ایجاد شده بود. یک حزب نسبتاً گردن کلفتی به نام حزب توده به وجود آمده بود که در تاریخ ایران بی‌نظیر بود. بزرگترین حزب سیاسی زمان خودش به شمار می‌آمد. در سال 1122 که آقای قمی به ایران آمد، شاید حزب توده نزدیک به 5000 عضو داشت، دست کم، شاید هم بیشتر. شاخه‌های کارگری، شاخه‌های دهقانی، شاخه‌های زیادی رو ایجاد کرده بود. بسیاری از روشنفکران ایران حتی به سوی این حزب جذب شده بودند، علاقمند شده بودند. حزب خودش رو به عنوان یک حزب کمونیستی معرفی نمی‌کرد، یک حزب سوسیال دموکرات خودش رو می‌شناسان در جامعه. تا رفته رفته بیشتر رنگ هواداری از شوروی در جریان‌های سال‌های بعد گرفت. ولی در اون هنگام این حزبی که بنا بود نماینده روشنفکری و روشنگری در جامعه ایران باشد، نسبت به سفر قمی سکوت مطلق کرده بود. نسبت به درخواست‌های قمی تقریبا میتوان گفت که خاموش بود. کوشش میکرد که انگشت در لانه زنبور نکنه، به عبارت برخی از خود تودهی های کهنسالی که بعدها خاطره نوشتند. کاری رو نکنه که آخوندها بیش از این علیه این حزب برانگیخته بشوند، چون بسیاری از روحانیان از بیم
از بین رفتن دین، به هر روی با حزب توده مخالف بودند و در برانگیختن دشمنی با حزب توده سید ضیاءالدین طباطبایی هم که تقریبا در همون زمان آمدن آقای قومی وارد ایران شده بود و هنوز به ایران نرسیده یا تقریبا تازه رسیده، هنگامی که به قصر شیرین وارد شده بود، عرق سفرش خشک نشده بود، از صندوق رأی یزد برای انتخابات مجلس شورای ملی انتخاب شد برای مجلس 14. او هم در برانگیختن این نوع جریان ها خیلی دست داشت. فکر میکرد در برانگیختن دشمنی با حزب توده بر پایه سیاست بریتانیا باید دین رو علم کند و در برنامه حزبی هم که ارائه داده بود، از جمله هواداری او از یک نوع حجاب، رخت دینی و بازگشت به گذشته و تشویق گروه های انجمن های اسلامی، بر این باور بود که بر پایه سیاست بریتانیا که بهترین ابزار برای درگیری با جریان های روشیابنده چپ در ایران، سوسیالیستی در ایران و حزب توده، مذهب است و از این گروه های مذهبی پشتیبانی میکرد. کسروی تنها کسی بود، حزب توده کسی نبود که بیاید و در مقابل چنین چالش و چنین درگیری هایی که وجود میداشت و حزب رو متهم به بیدینی میکردند، در برابر اندیشه های آقای قومی و دیگران بیستد و یا نقد بکند به رشد گرایش های مذهبی تندرو در جامعه. حزب توده چنین کاری رو نکرد. شما در برگ‌های روزنامه‌های اون زمان وابسته به حزب توده حتی یک نوع اقبال به اندیشه‌های مذهبی رو می‌بینید. در برخی از این نشریه‌ها نهج البلاغه درس می‌دادند. حزب توده چند سال پس از اون در هنگامی که آخوند، ببخشید، آستابلحسن اصفهانی مرجع تقلید درگذشت، دفتر حزب رو تعطیل کرد به احترام درگذشت این رهبر مذهبی و باور داشت، احترام میگذاشت به این ارزش های مذهبی در جامعه. حالا شاید به مقتضای سیاست این کار رو انجام میداد. کسروی یک تنه وارد این گود شد، تنها با درایت و شجاعت و به راستی میتوان گفت دلیری بیمانند. در سه کتابی که در این دوران در نقد به شیعه‌گری و خرافات دینی و چیزهای از این دست بیرون داد، در نامه‌ای که سرگشاده به نخست وزیر ایران در اون هنگام نوشت، در گزارش زندگی خودش، در 10 سال در عدلیه، نقدی که آشکار به آخوندها و رفتار دولتیان در پشتیبانی از این خرافات میکرد و سرانجام در کار بزرگ خودش به نام شیعه‌گری شمشیر قلم رو از رو بست و وارد کارزاری شد که من با شرمندگی باید بگویم جامعه روشنفکری ایران اون زمان، جامعه سیاسی ایران اون زمان، بضاعت فرهنگی فهم اون رو نداشت. ما با یک جامعه بسیار بی بضاعتی از نقطه نظر فرهنگی روبرو بودیم. فکر میکردن که این چیزها، جریانهایی مانند چیزهایی که بعدها شد فدایان اسلام، مهم نیستند، اینها میآیند و میروند. هنگامی که احمد کسروی مورد یورش حمله براستی میتوان گفت پر از دلهوره و تشویش و ترس از سوی آقای ابواب صفوی قرار گرفت، تا جایی که نعلین گویا از پاش در آمده بود و تیری انداخته بود، دو تیر به سوی کسروی انداخته بود و سپس گلوله در تپانچه گیر کرده بود و با کسروی گلاویز شده بود و ماجراهایی است که خیلی گسترده است و به اونجا در اینجا به اون نمیپردازم. این در اردیبهشت سال 1324 رو میداد. خب شما تصور باید بکنید در اون جامعه، در هنگامی که یک طلبه بی سواد اصلا بدون هیچ گونه پیشینه، ناشناس، آمده به یک حقوقدان، وکیل دادگستری، قاضی پیشین، پژوهشگر سرشناس تاریخ، زبانشناس، به او حمله کرده و با تپانچه خواسته او رو بکشه، حتما در جامعه واکنش گسترده‌ای خواهد بود. روشنفکران به جوش و خروش خواهند آمد، روزنامه ها سرمقاله ها خواهند نوشت که جلوی این اوباش رو بگیرید. جز یکی دو مقاله اینجا و اونجا و دیدار یکی دو شخصیت از کسروی در بیمارستان، هیچ کار دیگری که انجام نشد به کنار، شهربانی هم ماجرا رو ماستمالی کرد، ماجرا رو سرپوش نهاد. گزارشی که از شهربانی چند هفته پس از این رویداد بیرون داده شد،
گفته بود که بله، در این درگیری معلوم نیست که این اسلحه کمری از آن کی بوده و گویا در این درگیری کسروی دو تیر به پشت خودش زده، یعنی آشکارا در مقابل این جریان مذهبی نوپا سپر افکندند. و این آغاز فرایندی بود در ایران که سالهای بعد پس از اون به پیدایش جمهوری اسلامی انجامید. احمد کسروی از این لحاظ یک رویداد بود، مردی که دریافته بود و به یارانش گفته بود ما یک حکومت به آخوندها بدهکار هستیم، اینها باید بیاین سر کار و ببینند مردم ایران که چه فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد. این رو کسروی در سال 1323 پیش بینی کرده بود. 1323، امروز ما در سال 1395 هستیم. با چه درایتی در اون هنگام 60 اندی سال پیش احمد کسروی این پیش بینی رو کرده بود؟ نزدیک 70 سال پیش، یک سال پیش از کشته شدنش، 70 سال پیش بود، 71 سال پیش. خب برای این است که من احمد کسروی رو به عنوان یک شمع زنده در زندگی سیاسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی ایرانیان امروز برمیشمارم. نه به دلیل اینکه من شیفته همه داوری های او هستم، نه، من این نگاه تیزبین او رو که از پیش دیده بود که ورود دین به حوزه سیاست و درگیری دین با مدرنیته به فاجعه خواهد انجامید، این رو می ستایم و این شجاعت و دلیری او رو که در واقع تنهای تنها وارد گود شده بود و خامه بر کاغذ نهاده بود و بی واهمه، البته پیروانی داشت، هوادارانی داشت، حتی یکی دو نفر آدم مسلح همیشه باش بودند که یکی از اونها منشی وفادار او حدادپور بود، یار وفادار بود که همراه او در کاخ دادگستری کشته شد. ولی روی هم رفته باید گفت یک گروه کوچکی بودند، اندکی بودند در جامعه اون زمان که احزاب سیاسی بزرگی به وجود آمده بود و جامعه در تب و تاب سیاسی بود. نه در مجلس سخنی از این نوع رفتار می رفت، نه کسی بهایی به این می داد که در مقابل این پرخاش تازه دین سیاسی و مداخله در امور مدنی جامعه از سوی بزرگان دین کاری انجام بدهد. تنها زمانی که اینها سراغ هجیر رفتن و هجیر رو کشتن، شاید پرخاش برخی ها بالا گرفت و امامی که پیشتر احمد کسروی رو کشته بود، یکی از دو برادر امامی، به دلیل کشتن هجیر اعدام شد. ولی روی هم رفته جامعه سکوت کرد، همه گروه های سیاسی، از دربار، از برخی از اعضای جبهه ملی، از خیلی جبهه ملی خیلی سالهای بعد ایجاد شد ولی اونهایی که به هر روی بعدها به جبهه ملی پیوستن، از بزرگان دین و دولت در ایران روی هم رفته در برابر این فراز جریان تندروی مذهبی که فدایان اسلام نمایندگی میکردند اون رو و حتی با آقای بروجردی درگیر شده بودند، تقریبا میتوان گفت سکوت کرد. از دل فدایان اسلام جمعیت مختلفه به یاری آیت الله خمینی به وجود آمد و از دل جمعیت مختلفه و کسانی که این جریان ها پرورده بودند، رهبران آینده انقلاب اسلامی. احمد کسروی با تیزبینی، از 80 سال پیش این رویدادها رو میدید و به نقد اونها نشسته بود. از این روز که من جایگاه احمد کسروی رو در ایران یک رویداد جاودانه میدانم. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.